اگه یه روز صبح کره زمین به طور ناگهانی تصمیم بگیره که جهت چرخش خودش رو کاملا برعکس بکنه، چه اتفاقاتی برای موجودات روی زمین و خود کره زمین میفته؟ اگه میخواید زندگی روی کره زمینی که خورشیدش از غرب طلوع و از شرق غروب میکنه رو تجربه بکنید، با کنجکاو همراه باشید. از همه شما عزیزا و بزرگوارایی که کنجکاو رو برای تماشا انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. من رامتین هستم. امروز میخوام بهتون بگم که اگه زمین یه روز تصمیم بگیره جهت چرخش خودش رو کاملا برعکس بکنه، چه اتفاقی برای ما انسان‌ها و موجودات دیگه میفته. پاسخ کوتاه ما به این سوال اینه که چرخش معکوس زمین رو خیلی سبزتر میکنه. اما پاسخ طولانی اینه که این چرخش جدید بادا و جریانه اقیانوسی رو تغییر میده و آب و هوای سیاره رو به طور کامل متحول میکنه. در واقع زمین از زمان شکل‌گیری خودش از غرب به شرق به دور خودش میچرخیده. ماها خیلی متوجه نیستیم، ولی سیاره ما خیلی خیلی سریع میچرخه. 460 متر در ثانیه یا 1509 فوت در ثانیه سرعت چرخش زمین به دور خودش به حساب میاد. تغییر جهت ناگهانی باعث بادهای فاجعه بار و امواج عظیمی میشه. این شرایط آب و هوایی غیرعادی تقریبا هر چیزی رو که در بالای زمینه از بین میبره. طی مطالعات دقیق اخیر در مؤسسه هواشناسی ماکس پلانک در هامبورگ آلمان، فرض شده که زمین از 7000 سال گذشته جهت چرخش خودش رو کاملا برعکس کرده و بعدش این رو به شکل یک مدل شبیه سازی کامپیوتری در آوردن و نتایج جالبی رو ازش بیرون کشیدن. این تیم تحقیقاتی توی شبیه سازی خودش تمام حرکات آب و هوایی رو متوقف کردن. بعدش جهت نیروی کوریولیس رو که برای تعیین جهت جریانات جبهه‌های آب و هوایی سیارات استفاده میشه رو کاملا برعکس کردند و باعث شدن که هر سیستم کم فشار در نیمکره شمالی در جهت عقربه‌های ساعت بچرخه، نه در جهت خلاف عقربه‌های ساعت که امروز شاهدش هستیم. مسیر روزانه خورشید هم در این مدل کامپیوتری برعکس شد و باعث طلوع اون از غرب و غروب اون در شرق شد. نتایج جالب بود. جهت جریان رودباد یا همون جریان جت استریم به جای اینکه از غرب به شرق جریان داشته باشه، از شرق به غرب جریان پیدا کرد که اساساً این موضوع باعث میشه که آب و هوای ساحل شرقی ایالات متحده با آب و هوای ساحل غربی امروزی این کشور برابر و در مواقعی حتی گرمتر بشه. اما رودباد یا جت استریم چیه؟ رودباد یک جریان هوایی با سرعت خیلی بالاست که به صورت یک تونل باد فرضی در ارتفاعات بالای اتمسفر زمین قرار گرفته. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که برخلاف تصوری که مردم روی زمین از وضعیت آب و هوایی اروپای غربی دارن و اروپا رو همیشه برابر با یک منطقه بسیار سبز و خوش آب و هوا میدونن، اگه زمین برعکس به چرخه، آب و هوای این نواحی کاملا برعکس میشه و زمستانهای بسیار سختی رو مردم در این مناطق شاهد خواهند بود، چون رودبادهای شرقی هوای سرد رو از روسیه به سمت اروپا و اروپای غربی میبرند. همینطور که در این عکس هم مشاهده میکنید، تصویر سمت راست در این عکس زمین امروزی ما با چرخش طبیعی روزمره رو نشون میده و تصویر سمت چپ نقشه کره زمینی رو نشون میده که جهت چرخشش از 7000 سال پیش برعکس شده. اگر از اون افرادی هستید که هر روز به دنبال دانستنی‌های جدیدی از دنیای پیرامون خودش میگرده، به ما افتخار بدید و با اختصاص دادن تنها چند ثانیه از وقت با ارزشتون دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و عضوی از خانواده مغزهای کنجکاو در چنل کنجکاو تیوی باشید. توی این عکس رنگ‌ها انواع مختلف آب و هوا رو نشون میدن. در تصویر سمت چپ مناطق استوایی همینطور که در زمین واقعی ما هم گرم و مرطوب هستن، گرم و مرطوب باقی موندن. ولی بیابونای روی زمین تغییرات خیلی بزرگی رو تجربه کردن. مثلا بیابونا از آفریقا و خاورمیانه و آسیای غربی به آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی منتقل شدن. یعنی در دنیای فرضی که کره زمین قراره توش برعکس بچرخه، دیگه ما توی خاورمیانه،
آسیای غربی و آفریقا بیابونی نخواهیم دید و نه تنها توی این مناطق بیابونی نخواهیم دید، بلکه آب و هوای این مناطق چیزی شبیه به اروپای غربی امروزی میشه، یعنی سرسبز و خرم. بنابراین برای ما ایرانی ها که توی ایران زندگی میکنیم این اتفاق چندان هم ناخوشایند نیست. در مورد اروپای غربی هم همینطور که پیشتر گفتیم و توی عکس هم مشخصه، تمام سرسبزی ها و خرمی ها تقریبا از بین میرن و تبدیل به مناطق سردی میشن که به ندرت میشه اونجاها پوشش گیاهی سرسبز پیدا کرد. نکته جالبی که در این شبیه سازی به چشم ما میخوره اینه که در این شبیه سازی در مجموع 4,200,000 مایل مربع بیابان کمتری رو روی زمین شاهد خواهیم بود، یا به تعبیر دیگه 4,000,000 مایل مربع به مناطق سرسبز ما اضافه میشه. و در نهایت زمینه در حال چرخش برعکس موجب یک اتفاق دیگه هم میشه و اونم اینه که موج بزرگی از سیانوباکتری ها در شمال اقیانوس هند به وجود میان. اما قبل از اینکه ادامه بدیم میخوایم سیانوباکتری ها رو تعریف بکنیم. به سیانوباکتری ها گاهن به صورت تحت و لفظی جلبک سبز آبی هم گفته میشه. اگه بخوایم توی یک جمله کوتاه این باکتری ها رو تعریف بکنیم، باید بگیم که این موجودات باکتری هایی هستند که با کمک رنگدونه های خودشون نور خورشید رو جذب میکنن و در نهایت فتوسنتز میکنن، اما نه فتوسنتزی که توی خشکی باشه، فتوسنتزی که توی دریاست. ترکیبی از گردش معکوس زمین و تولید بیولوژیکی بالا در اقیانوس هند باعث کاهش سطح اکسیژن در اعماق بیشتر شده و باعث میشه که مایکروارگانیسم های درون دریا به جای اکسیژن نیترات مصرف بکنن. کم شدن سطح نیترات آب در اعماق اقیانوس ها باعث میشه که این آب در نهایت به سطح اقیانوس برسه و باعث مرگ گونه های بسیار زیادی از جونورهای درون اقیانوس که نزدیک سطح آب زندگی میکنن بشه. شاید خیلی از ماها در ابتدای ویدیو فکر کرده باشیم که اگه زمین برعکس بچرخه اتفاقای خیلی بدی ممکن روی زمین بیفته، مثل خیلی از موارد دیگه که وقتی حالت طبیعیشون به هم میخوره نتایج خوشایندی حاصل نمیشه. اما با توجه به این شبیه سازی که به صورت دقیق این فرض رو زیر ذره بین قرار داده و نتایج درستی هم از اون گرفته، نتیجه میگیریم که برای خیلی از ماها نه تنها چرخش برعکس زمین زیان ده به حساب نمیاد، بلکه برای ما مزیت هایی هم داره. اینی که برای کدوممون نفع داره و کدوممون ضرر بستگی به مکان زندگیمون داره. همونطور که پیشتر گفتیم، برای ما ایرانی ها که در غرب آسیا زندگی میکنیم اتفاق افتادن این فرض یک واقعه خوشایند به حساب میاد، مگر اینکه طلوع کردن خورشید از غرب و غروب کردن خورشید از شرق رو دوست نداشته باشیم.